سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی دیگه از برنامه های لایف رو در خدمت شما هستیم به همراه خانم دکتر فرجان زینی عزیزمون، نویسنده، پژوهشگر و روانشناس خوبمون، که امروز یه سوژه ای داریم که یه حالت درد مشترک و حس مشترک بین هممون هست و اونم چیزی نیست به جز غم و اندوه و داغ که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. سلام خانم دکتر. با سلام به شما عزیز، به تمام کسانی که با ما هستن و خوشحالم که در کنار هم هستیم و بتونیم گفتگوی داشته باشیم. خیلی ممنون. من واقعا آرزوم این هست به قول یکی از همکاران خوبمون در ایران که آقای سروش صحت همیشه میگه آرزوی ما این هستش که انسان‌ها کتاب بخونن و گفتگو کنن با هم دیگه. این گفتگوی برنامه لایف برای من که خیلی مؤثره، اصلا لحظه شماری میکنم که سر ساعتی بیاد که با شما برنامه دارم که حالم یکم بهتر بشه. در روزهای گذشته ما هممون یه غم مشترکی داشتیم و این هم از دست دادن استاد شجریان عزیز بود که واقعا هممون رو اذیت کرد. من یه مطلبی داشتم میخوندم راجع به داغ که میگفت کلمش از اونجا اومده که یه فلزی بود میذاشتن داغ میشد توی تنور یا حالا آتش، بعد میزدن به بدن حالا کسی که میخواستن گم نشه، حالا یا توی زندانهای قدیم به کار میرفت برای اون موقع و یا این که مثلا برای حیوان، که این داغ همون لحظه درد شدید داره ولی بعدش از بین میره دردش، ولی جاش میمونه و اثری که میذاره توی وجود اون کس هستش. و دیدم کلمه داغ از اونجا اومده شاید، و بعضی از مسائل اونقدر سنگینه و درد میاره انسانو که نمیتونی ازش بگذری. برای همین دوست داشتم با این حال و هوا و به خصوص که میدونم شما از نزدیک با این عزیز آشنا بودین، باشون مصاحبه داشتین و ابعادی از زندگیشون رو میدونید که شاید ما کمتر میدونیم، برای همین دوست داریم که راجع به این موضوع بیشتر امروز صحبت کنیم. حتما تسلیت میگم به همه دوستدارانشون، به مژگان عزیز، همایون عزیز، فرزندانشون و تمام کسانی که چه ایشون رو از خصوصی میشناختم که از دور، فقط با صدای ایشون در قلبشون بود و گفتار ایشون در قلبشون بود. من این شانس رو داشتم که من موسیقی ایرانی رو، چون 12 سالم بود اومده اینجا، موسیقی سنتی ایرانی رو آنچنان نمیشناختم و علاقه بسیاری بهش نداشتم. اتفاقا به خاطر شخصیت ایشون و بعد آشنا شدن با کارشون، من تازه آشنا شدم با موسیقی سنتی و به قلبم نشست و الان دیگه یعنی فقط صدای ایشون و صدای همایون رو دوست دارم که بشنوم. ولی غیر از هنری که داشتن ایشون، قلب خیلی رئوف و شخصیتی که داشتن خیلی جالب بود برام. من این شانس رو به وجود آوردم، شاید فکر کنم تنها کسی بودم، تنها اینترویویی که در لس آنجلس گذاشتن با من و به افتخار منه که این رو قبول کردم که با من این رو داشتن، چون نه قبلش نه بعدش این اینترویوها به وجود نیامد با هیچ کسی دیگه. و اونجا من شناختم نه تنها شخصیتشون رو، بلکه کارهای خیلی ریزی رو که داشتن انجام میدادن برای بهبود موسیقی سنتی، من جمله ساختن سازهای به خصوصی که در فضای سازهای سنتی ما نبود و میگفتن که قسمت‌هایی نگاه میکردن به ساز ایرانی و سازهایی که مال موسیقی غربی بود و کجا بودش که یک مقدار توی سازهای سنتی ما کمبود اون صداها بود و دونه دونه به نظر من 8 ساز مختلف ساختن که اشخاص حتی عکساشو گذاشتن، اسمشو گفتگاهی گذاشتن، اسمش بود کرشمه، دونه دونه داشتن توضیح میدادن که کدوم قسمت نوت رو که نمیتونستیم فقط ماها با موسیقی سنتی خودم یا سازهای سنتی به وجود بیاریم، ایشون به وجود آورده بودن. یادم یه مهمونی بودیم که به خاطر استاد گذاشته بودن و جالب بود به اینی که خانم سروش، اشخاصی که اومده بودن 20 نفر تقریبا اومده بودن به خاطر استاد، و جالب بودش که میدید یه هر کدوم اونها قسمت به قسمت و فضا رو میگرفتن و صحبت میکردن راجب خودشون. در حقیقت استاد نشسته بودن و همین جوری گوش میدادن بهشون و حس میکرد که با اینی که میدید اون فضا برای ایشون ساخته شده بود، ولی با یک خودتینی خصوصی و
و فروتنی که صادقانه ایشون نگاه میکرد به اینی که دلش میخواست اون شخص رو بالا ببره. یعنی به قول همسرم میگه وقتی که شما میشستین با جناب استاد، شما مهمترین انسان روی زمین خودتو حس میکردی، و به خاطر این وسع قلبشون و جوری که شما نگه میداشت، به نظر میومدش که، چون خودشم میدونست، اتفاقا تو مصاحبه گفتم این حالت، گفتم من این تجربه رو با شما داشتم، گفت برای که من میدونم کیم، من که احتیاج ندارم برای خودم چیزی رو ثابت کنم، در کنار یک نفر، در فضای یک نفر هستم. حتی یادم توی اون مهمونی ایشون تک تک آدم ها رو فرصت میداد که برای خودشون باشن، حتی کسی که داشت ما رو سرو میکرد، یه خانم هیسپانیکی که بودن که داشتن سرو میکردن، جوری که به ایشون نگاه میکرد، بعد ازش تشکر میکرد، از هر کسی که اونجا بود. یعنی حس میبینین، امروز میبینین که چجوری آدم ها دوستش دارن، چجوری میلیون میلیون در کنارش، به خاطر اینه که این حس رو کردن که ایشون به همه، چه تک تک بوده، چه یک ملتی بوده، بهشون گفته که یوسفشون شما مهم هستید، حرفتون اهمیت داره، هر سخنی که از دهنتون در میاد نیازهای شما اهمیت داره. و این به نظر من یکی از زیباترین خصلت های ایشون بود از نظر شخصیتی. ما این شانس رو داریم که از طرف متیلدا پروداکشن یک قرار یک فیلمی راجع به ایشون ساخته شده که حالا تا سال آینده میاد توی فستیوال ها. و باز من این سعادت رو داشتم که خیلی از صحنه های این فیلم در خونه من انجام شد، و باز نشستن به مثلا 40 ساعت در کنار این استاد عزیز و شنیدن خاطره هاشون، شنیدن تمام دنیاشون، شنیدن اینی که از دهن خودشون چه تجربیات رو داشتن میگفتن، و یک اثری که من فکر نمی کنم کسی دیگه بتونه همچین چیزی رو در کنارشون تجربه کرده باشه، و زیبایی وسعت، میتونم بگم کانشسنس، وسعتی که ایشون داره در دیدگاهش و قلبش همه ماها رو گرفته. دقیقا خانم دکتر، شما همونطور که فرمودید مثلا 11-12 سالتون بوده و اومدید اینجا، و بعد الان با دیدن ایشون علاقمند شدید که اصلا زبان موسیقی سنتی رو برین و بشنوید و تحقیق کنید. یعنی این وجود واقعی یک استاد آدم ها رو علاقه من میکنه. در مصاحبایی که انجام شده بود بین مردم در ایران، منم میدیدم که بیشتر جوان بودن، سنایی که واقعا باورت نمیشه که اینا مثلا موسیقی سنتی رو این همه دوست داشته باشن، لذت ببرن، به دنبالش برن. و وقتی هم که ازشون پرسیده میشد که چی باعث شد که شما الان در این موقع کرونا و خطر بیای بیرون و این حس رو داشته باشی، همشون میگفتن به خاطر این که مردمی بود استاد، به خاطر این بودش که در عین این که نیاز نداشت مردمی باشه. ببینید یه عده از همه ماها از کشور اومدیم بیرون و از اینجا خب امکانش هست که هر حرفی رو بزنیم و راحت تر میتونیم از فضای آزادی استفاده بکنیم، ولی استادی که همونجا توی ایران پشتیبانی از مردم میکنه و جلوی دوربین گریه میکنه برای اینکه میگه من طاقت ندارم یک خانومی بیاد سیگار بفروشه گوشه خیابون، و واقعی هست، مردم متوجه میشن این واقعیت ها رو و تشخیص میدن با چیزی که غیر واقعیه، و این خوشبختانه از شعور مردم میاد. و میبینیم که در سوشیال مدیا واقعا این جنبش و جوشش مردمی چه حال و هوایی داره که همه ما رو تحت تاثیر قرار میده و همه ما نمیتونیم ازش بگذریم. صحنه هایی بوده که من شاید 10 ها بار دیدم که استاد همایون شجریان چقدر قشنگ تیکر میکنه مردم رو، چقدر قشنگ صحبت میکنه، و این نمیتونه امروز و دیروز باشه، این یک ریشه داره واقعا خانم دکتر. من فکر میکنم یه کسانی هستن که باهاشون آشنا میشی و میبینی که یه دفعه میان تو قلبت میشینن، یعنی نگاه نمیکنن، ممکنه اصلا توی مغزت و
اینجوری که نگاه میکنی خب اینو داره اینو داره اینو داره جای خودش، ولی خیلی ها ممکنه که در خیلی جایگاه ها باشن ولی اینجوری تو قلبت نمیشینن. استاد شجریان نه تنها از نظر موسیقی یکی از بهترین ها در دنیا بودن، یعنی حتی از پاوراتی قسمت هایی رو های سی که داشتن توی ربنا خونده بودن خیلی خیلی بالاتر بود، غیر از اون مسئله، غیر از شناختشون روی مسائل سنتی ایران، غیر از اینه که ساختار موسیقی سنتی ایران رو ایشون نگه داشتن و در فرهنگ جدید و نوین ماهی ادامه دادن و ساختاری درست کردن برای خیلی از جوانای ما که اتفاقا رفتن تو موسیقی که اول از نظر سنتی اون رو یاد بگیرن، حالا از اون الهام بگیرن و کارهای دیگه بکنن. غیر از تمام اینها یک شخصیت به خصوصی داشتن که فوری تو قلبتون نشستن. من اینو نگاه میکردم اتفاقا که چه چیزی هست در مورد انسانهایی که یک دفعه تمام مسائل مغزی آدم ها رو بایپس میکنن و مستقیم میرن توی قلبت میشنن، چجوری نه تنها یک اعتمادی رو به وجود میارن بلکه یک عشقی رو به وجود میارن. و اینو دقیقا نه تنها در آدم های دیگه که داشتم میدیدم ولی در استاد که میدیدم، میدیدین که وقتی که گفتن در کنارشون نشستین، عشقی رو که ایشون تو قلبش داشت برای انسان ها فوران میزد و اصل بود، کیور این. و وقتی که شما میبینید که یه سری از گفتارهاشون میبینید، من وقتی که نگاه میکنم و یه دفعه درد اون شخص رو میبینم، درد و من تجربه میکنم و فوری قدمی برمیداشتن برای اینکه برن شعری رو پیدا بکنن که از جزء اشعار بسیاری از شعرای اصیل ما بودن و اون رو آوردن در زمانی که احتیاج داشت که صدای مردم حتی به خودشون انعکاس بشه، که من اینو از تو شنیدم و مثل یک آینه بهت برمیگردونم، میرفتم به این اشعار رو، حالا چه از حافظ بود، چه از مولانا بود، چه از مشیری بود، از هر کسی، سهراب سپهری، از هر کدوم اونها بود، اون اشعار رو پوری میگرفتن و شروع میکردن درستش میکردن، بستش میدادن، موسیقی روش میذاشتن و شروع میکردن و برمیگشتن به ملت میگفتن شنیدمت، شنیدمت و این صدای تو، و اونو بر میگردوندن. اونجاست که ببینید چجوری اون شنیده شدن، دیده شدن و بعد تو قلب یک نفر نشستن و بعد اون رو از همون انعکاس عشق برگردوندن و بعد نگاه میکنی که یکا یک وسیلهی داشتن میدادن به دست آدم ها که شما خودتون رو، وجودتون رو، تجربتون رو یک دفعه حس بکنی توی اون کلام، توی اون شعر، توی اون صدا، و میدونین یعنی تجربه شما چند برابر میشه و بعد فضای مشترکی به وجود میاد برای آدمایی که در کنار هم هستن وقتی که اون صدا رو، یک صدا دارن تجربه میکنن. اونجاست که میبینین این وصل بودنه دفعه به وجود میاد، نه از طرف ایشون فقط بلکه قلب ها رو به هم وصل میکرد، حس ها رو به هم وصل میکرد. میبینین چی میگم؟ درسته، مثل مرغ سحرشون که واقعا میدیدیم همه یک صدا، حتی مژگان عزیز دخترشون همه با مردم یک صدا میخوندن و من همش وقتی که میخوندن یا ایشون رو خوندنشون رو میدم همش میگفتم این از کجا میاد خانم دکتر، این صدا از کجا میاد توی این حنجره، چقدر تفاوت داره، یعنی این کلام، این انتخابا از یه جای دیگه داره واقعا وارد وجود یک شخص میشه که تنها صداست که میماند. واقعا به این صورته که ایشون حتما حتما روز به روز زنده تر و هستن و حضور دارن و تا صدا هست تو قلب همه ما هستن. یعنی امروز میبینیم که کسی که ترانه هاش تونسته که قلب ما در مونده با کلامش، با صداش، با ترانه ها، با جوری که ساخته، با جایگاهی که این ترانه ها رو ازش استفاده شده و اومده. و یکی از موارد جالب اینه که حتی خیلی از برای نسل جدید تر خیلی از اشعاری رو که بزرگان ما گفته بودن و خوابیده بود جایی توی سری از کتاب ها، اونها زنده شد، دوباره برگشت و با صدای ایشون در گوش آدم ها برگشت توی زندگی روزمره شون و این هنری بوده که داشتن قلب ها رو به هم از جای قدیم و از جای جدید همه رو به هم وصل کردن با صدا.
خانم دکتر، یادم یه روزی همسر گرامی شما خاطره را از استاد تعریف می کردن که حالا یه آقای اومده به سراغ استاد که خانمشون بیمار بوده و آرزوش این بوده که از نزدیک استاد رو ببینن و این سپرایز رو با اینکه وقت نداشتن به وجود آوردن که بر سر بالین یک بیمار برن و اینا خاطرات شخصیه، خاطراتی نیست که جایی نوشته بشه یا عنوان بشه یا به خاطر موضوعی باشه. ولی الان من یه دفعه‌ای که داشتی با هم صحبت میکردیم یاد این خاطره افتادم که همسر گرامیتون داشتن راجبش صحبت میکردن و این شاید جایی اصلا هیچ وقت هم گفته نشه، ولی همین که خود شخص میبینه بزرگی یک نفر رو، برای همین عمیق و عمیقتر میشه این رابطه ها و اتفاقا من فکر میکنم مردم به هم نزدیکتر میشن راجب این موضوع وقتی که یه درد مشترکی هست. یکی از افرادی که حالا تو ژاپن داره کار میکنه، روانکاوا، واقعا گفته بود که قدیما تو ژاپن ما سنت گریه کردن و غم و داغ رو زیاد داشتیم ولی الان بین جوونامون کمتر شده و من دارم سعی میکنم که با صحنه های غم انگیز، با دیدن بچه هایی که مثلا کودکان یا مناظر مختلف، آدم ها رو به اشکشون رو در بیارم و چقدر این اشک در اومدن بعضی وقتا میتونه موثر و خوب باشه برای ما. یعنی من بعضی وقتا ازش فرار میکردم، گفتم آخه غمه، ولی میبینم بعضی از غما احتیاجه برای همه ماها که حال غم غمه. گریه کردن یک ابراز احساسه، وقتی که اجازه به خودمون نمیدیم که احساساتی که برای ما به وجود میاد رو ابراز کنیم، خب در ما گیر میکنیم. خیلی از آدم ها هستن که میگن نام میشن، میدونین، یعنی سر میشن درونشون، از سعی کردن که احساسات رو نگه دارن. گرفتاری احساسات اینه که وقتی که شما کلن نگرش میداری، احساسات خوش و عشق تو، لذتت رو هم داری نگه میداری، چون اینا یا شما کل احساس رو داری خفه میکنی یا فضا رو باز میکنی برای اینکه احساساتت رو ابراز بکنی. خیلی از آدم ها هستن که بهشون گفته شده که جایگاهی نداره. ما از بچگی میبینیم یه پدر مادر میگه گریه نکن، حرفت رو بزن، چرا گریه میکنی، خود تو لوت نکن. مخصوصا برای مردها که اصلا گریه کردن جایز نیست، مثلا برای اینکه مثلا قدرت نمیده، ضعفشون رو نشون نمیده. اینجوری بعضی موقع میبینیم که آدم ها عادت میکنن که تجربه خودشون رو ابراز نکنن و بعد خب به عناوین مختلف که موسیقی اتفاقا یکی از اونهاست، یعنی شنیدن آهنگ هایی که ممکنه که یادآوری اون درده، خود اون موسیقی یک دفعه اون قسمت بدن رو عکس العمل براش به وجود میاره که بتونه شروع بکنه و با موسیقی بیرون بیاد و بعد ریلیس بکنه. این صحبتی که شما میکنین من یادم، مثلا من میتونم راحت بهتون بگم از سنی که اومدم اینجا که 12 سالم بود، بگو سری اولش یه ذره گریه کردم، بعد خودم خفه کردم. خفه کردم، من یادم گریه نکردم تا مثلا سن تقریبا 30 سالگی که رفتم دوباره روان درمانی و و و و شروع شد این فضا باز شدن. و فضای خیلی میدونین دردیه که در دهنتون میمونه و افسردگی به وجود میاره و اگه شما اون فضا رو نتونید که تجربه بکنید و خالی بکنید، اون تبدیل میشه به افسردگی خیلی عمیق. به خاطر همین هم هستش که حتی میگن مدل سوگواری ما ایرانیان و خیلی از شرقی ها که به خودشون اجازه میدن که باشن در کنار همدیگه و گریه هاشون رو بکنن، کمک میکنه اتفاقا به فضای سوگواری و رها کردن. حالا نه سوگواری فقط به خاطر مرگ، سوگواری برای هر چیزی. این خیلی بیشتر کمک میکنه تا اینی که آدم ها دهنشون رو ببندن و بگن حتما من باید خیلی قوی باشم. قوی بودن با گریه کردن ربطی نداره. شما میتونین سر کارتون برین، قوی باشه، هر کاری قراره بکنین انجام بدین، ولی لحظاتی هم برای خودتون باشه که اجازه بدین. حتی ممکنه 5 دقیقه گریهتون میگیره، دارین یه میتینگ خیلی قویه، نمیتونین. شما راحت‌تر این موقع خود تو بگین معذرت میخوام، من باید برم دستشویی، برید توی دستشویی در رو ببندی، های های واسه 5 دقیقه گریه تو بکنی، اینجا رو پاک کنی، دوباره برگردی، چون اونجا بیشتر افکتیو هستی که بری توی میتینگت و جلسه کاری، به جای این که هی این از این پشت میاد هی شما پسش میزنی، هی میاد هی پسش میزنی. نه، حواست به اون میتینگ میتونه باشه که قوی بتونی بری بالا. همینی که این قسمتی خوب میتونی، همین زمانی که ما به خود فرصت میدیم که رها بکنیم،
این فرصت دادن واقعا موقعیت های خیلی کوچولویی به وجود میاد که گریه میکنی، راحت میشه، تمام میشه، حضور پیدا میکنی به الانه. و مثل خنده نیست که مثلا من به شما بگم هر وقت خوشحال میشه حق نداری لبخند بزنی، میدونی؟ خب یواش یواش خودت رو قطع میکنی توی ابراز وجودت به اسمهای دیگه، ولی بیشتر از هر چیزی به ابراز وجود خودت خودت رو داری قطع میکنی. خانم دکتر، یه برنامه داریم در رادیو قاصدک به نام از تصویر تا تحلیل که شما و آقای دکتر آرش تقوی اجرا میکنیم. اولین برنامه‌تون رو من گوش دادم که هنوز البته پخش نشده، از رادیو قاصدک به زودی پخش میشه. راجع به یه فیلم بود، فیلم بوسه کوچولو، چی بود اسمش؟ یک بوسه کوچولو مال فرمان آرامل. آره، بعد صحبتی که شما میکردین و برداشتی که داشتید از این فیلم خیلی برای من جالب بود که راجب همین بود، انواع مرگ که در این فیلم بود. بله، دوستی تقدیم مثل این که زیاد این کار رو انجام داده بودن که تحلیل های روی فیلم از دیدگاه روانشناسی آورده بودن. بعد من سر برنامه کووید که شد یک دفعه زمان باز شد برای من که بشینم و فیلم های ایرانی رو نگاه کنم. قبل از اون نگاه نکرده بودم انقدر فیلم های ایرانی رو، و خیلی خیلی جالبه که فرهنگ ایران رو، فرهنگ رایج ایران که امروز هست و شرایطمون رو خیلی خیلی زیبا، یعنی هر جای شما میتونید مسائل روزمره رو توی فیلم هایی که داره در میاد رو ببینید. و خب چون در کنار ایرانی ها هستیم در رادیو و تلویزیون و کانال مراجعینی که میان، از اونجا به بعد شروع کردیم نگاه کردن فیلم ها و نگاه کردن تفاوت فرهنگ هایی که وجود داره، و بعد نگاه کردن که هر جایگاهی، هر فرهنگی که حالا بین فرهنگ غرب و شرق ما ایرانیان چه شکلی مسائل رو نگاه میکنیم و در روز مسائل روزمره رو چجوری نگاه میکنیم. به خاطر همین این مبحث پیش اومد که پس یه سری از فیلم‌ها رو بگیریم و شروع کنیم از دیدگاه‌های بهانه‌ای میشه که نگاه بکنیم در موارد روانشناسی که شما هم درخواست کرده بودید برای رادیو قاصدک. یکی از مواردی که ما تو فرهنگ خودمون میبینیم مسئله روبرو شدن با مرگ و اینی که چجوری هر قسمت‌های مختلف، حالا بهمن فرمان رو که اصلا یه تریلوژی درست کرده بود که 3 تا فیلم درست کرده بود که ابعاد مختلف مرگ رو می‌بینیم. ولی این مرگی که یک نفر از نظر فیزیولوژی و بیماری در حقیقت یک دفعه فوت میکنه و باید با بدنش، مرگ بدنش در حقیقت داره تجربه میکنه، یک نفر هست که مرگ هویتش رو داره تجربه میکنه، یک نفر هستش که مدل مرگ رو انتخاب میکنه مثل خودکشی کردن، چون یک جایگاهی میره که یا خیلی افسرده است و ناامیده، یا اینه که جایگاهیه که من پرزن بیمار شده و میگه که من نمیخوام که اون منو، اون رو من کنترل داشته باشه، حتی قسمت مرگ رو هم من روی اون میام کنترل خواهم داشت. و بعد مرگ ساختارهای خانواده است، ایده هایی که ما راجع به خانواده داریم و بعد طلاق میگیریم، مرگ ارتباطاتیه مثل ساخته شده های پدر و مادر و فرزند که دفعه میبینی این رابطه ها به هم میخوره و اصلا وجود نداره و دیگه نیست، مرگ مراحل زندگی مختلفه مثل کودکی، مثل جوانی، نوجوانی، بعد توی سن سالی بعدن میره به پیری میرسه و میبینید هر کدوم این قسمت ها رو ما خودآگاهی باید ازش بکنیم که بعد میریم توی مرحله جدیدی که اون سلام علیک رو با مرحله جدید داشته باشه. در نتیجه توی این مراحل شما مزار رو میبینید، چون که یک جایی بود حتی راجع به استاد که صحبت می‌کردیم، یک جایی بودش که انگار مرگ جایگاه خودشون رو در یک کنسرت ها و در ایران تو یک مدلی خداحافظی کردن، چون یک کنسرت نمی‌تونن اجازه یافتن خودشون، یه زمانی اجازه نداشتن، یه زمانی هم خودشون گفتن دیگه من اجازه نمیدم صدای من پخش بشه. بعد می‌بینیم که از اونجا که این مرگ به وجود اومد، در یه جای دیگه یک تولد دیگه‌ای به وجود اومد در فضای انسان به انسان و قلبشون با آدم ها. بعد اومدن بیمار شدن ولی باز بهتر شدن و برگشتن تو همون زمان بیماری، یعنی زمانی که ما داشتیم فیلم رو انجام میدادیم، ایشون هنوز سرطان ریه رو داشتن، ولی این صدا یک دفعه در فضای کوهستان پخش میشد و میدیدی که با اینه که در یک جایگاهی بدن خودش رو کهولت میداد، از یک جایی یک نه تنها خیرت بلکه صدای آسمانی فقط داشت پخش میشد از درون ایشون. بعد دیگه حالا میبینین که از درست درسته که یک جایی ایشون بدنشون دیگه نیست، ولی
نشون داره میده که جایگاهی هست کجاست. و این فضایی رو که ماها از یه جایی خدافزی میکنیم با یک مرحله ای و از یه جای دیگه درودی میگیم به یک مرحله دیگه، حالا بعضی ها رو انتخاب میکنیم، بعضی ها در فضای مرحله ها داره به وجود میاد. درسته. حتی آرومتر با این فضا بتونیم روبرو بشیم، چون مرگ تشویش و اضطراب خیلی خیلی زیادی رو برای همه انسان ها، همه انسان ها وجود میاره. به یک پروسه ای داره که آدم ها بتونن خودشون رو همگام کنن در حقیقت باهاش. خانم دکتر خیلی قشنگ فرمودید که مرحله به مرحله مرگی پشتش یه تولده، مثل فصل هایی که به وجود میاد، مثل دوران کودکی، بعد نوجوانی، جوانی. اینا رو چون ما تجربه کردیم و قبلی های ما تجربه کردن، یعنی هر مرحله از زندگی رو اگر من دارم قدم میذارم، میلیون ها نفر قبلا قدم گذاشتن و این انسان ها تجربه کردن که بعد از هر مرگی تولدی هست. ولی من فکر میکنم افرادی که اعتقاد دارن که بعد از مرگ آخر هم که جسمی هستش یه مرحله تولد باشه، حالشون بهتره تا اینکه ندونن و بلا تکلیف باشن. حالا یا اسمشو میتونیم ایمان بذاریم یا اعتقاد بذاریم، باورها بذاریم. آیا این تجربه رو شما در دوران کاریتون نداشتین با کلاینت ها یا کسایی که مراجعه میکنن، کسایی که یه اعتقادی دارن حالشون بهتره که حتما یه مرحله بعد از این مرگ هست؟ تنها کسانی که حالشون بهتره اونا که فکر نمیکنن میرن جهنم، چون بعضی موقع وقتی که یک سری ادیان این مسئله بهشت و جهنم رو به وجود آوردن، ازای سیستمی رو که زندگی کردن با خودشون کامل نبودن و از زندگیشون ناراضی بودن، اتفاقا از اون مرحله هم میترسن و با ترس در حقیقت میمیرن. کسانی این حالا تا حالا میگیم شک و شبهه، برای اینکه هنوز از نظر علم ثابت نشده که آیا واقعا چیزی هست یا نیست، ولی کسانی که باور دارن به اینی که اینجا تمامیت نداره، یک امیدی دارن که انگار از یک جایی میرن به یک جای دیگه. حتی کسانی که مذهبی نبودن، خیلی هاشون در آخر عمرشون به نظر میاد که اینو احتیاج دارن، که برای خودشون یک فضایی رو دارن درست میکنن که انگار ادامه پیدا میکنه. یعنی هر کسی از مرگ به مرگ مسئله نیست، هر کسی از نبود خودش میترسه، اون لحظه نبودش دیگه نمیدونه چی هست و اونجاست که یک داستان دیگه نیست برای ادامه بودنش. حالا خیلی از فلسفه هایی که از حالا فیزیک هم بیاد که حالا انرژی تبدیل میشه به یه چیز دیگه، یا اینی که حتی مثلا تئوری هایی هستش که هیچ کدومش علمی نیست، ولی میگه که مثلا چه میدونم شما در یک بدن دیگه یا در یک تبدیل میشین به یه چیز دیگه، حتی روحتون تبدیل میشه و بعد دوباره باز میگردید، فرقی نمیکنه. مثلا این بودن دیگه نیست، یعنی فوجانی که میمیره حالا چه برگرده چه برنگرده، فوجان مرده، فوجان دیگه بر نمیگرده، حتی در یک شرایط دیگه هم. ولی این نبوده انقدر ترس برای ما به وجود میاره، بعد برای اشخاص دیگه این نبود رو به یه ترس به وجود میاره که کل بودنم فایده ای نداشته، کل بودنم فایده ای نداشته اگه قراره به همین پوچی بین بره. در نتیجه اونجاست که میبینید که در تحلیل کردن و حالا کسانی که از با تصادفات میمیرن که اون فرصت این افکار رو نداره، بقیه آدم ها که اطرافشون هستن یه دفعه شوک میشن و توی این فضای بودن و نبودن و پوچیه میرن، ولی کسانی که از بیمارن و آروم آروم دارن تحلیل میرن و تقریبا هفته قبل از مردنشون هم خودشون میدونن یواش یواش صحبت میکنن. من یادمه که داییم با اینی که ایتیست بود و اصلا باوری به هیچ نوع مبحثی غیر از علم نداشت، و جالب بودش که من رفتم ایران که ایشون رو ببینم، من میگفت فوجان من تو عمرم باوری هیچی نداشتم، ولی باورت میشه من الان آدم ها رو قبلی که فوت کردن رو دارم میبینم اینجا که از من تو خوابم میبینم و اینی که به من میگن برگرد بیا توکه همه تو خوب، و بعد نگاه میکنه که خب چجوری داره مرحبش برای خودش داره یک فضای آرامش رو به وجود میاره. تمام فامیلا ممکن متصل
و من جای بدی نمیرم، جایی که ترسناکه نمیرم، کسی که دوستشون دارم این طرف منتظر منو به میگن بیا. حالا درست واقعیه یا مغز ما درست میکنه رو بالاخره به نظر میاد که آسایش داره میده به آدم ها. پس به نفعمونه که هم مثبت فکر کنیم، هم برای اطرافیان وحشت به وجود نیاریم. و حالا یه حدیث یا یه گفتگوی هستش که میگن یکی از عرفا، حالا هر چی فکرش رو میکردم اسمش رو یادم نیومد، در کوهی بود و ندا اومد از طرف خدا براش که اگر من الان دوست داری در موقعیتی هست که من عیب هاتو برملا کنم برای مردم دیگه، و ایشون هم در جواب خدا میگه که خب شما هم یه کاری نکن، که تو هم ای خدا کاری نکن که من مهربونیاتو برملا بکنم و گذشت و بخششتو نسبت به انسان ها. اگر اینا انسان ها بدونن دیگه اون وقت خیالشون راحت میشه که در هر صورت جاشون درسته و تو بهشته. به هر حال مثبت فکر کردن خوبه. چقدر من یاد میگیرم کنارتون خانم دکتر، خیلی ممنون و سپاسگزارم. فکر کنم فرصتمون تموم شده، یه نتیجه گیری برامون بکنین و دیگه خداحافظی بکنین. من فکر میکنم که چقدر زیباست که بتونیم که شخصیتمون و جایگاهی رو داریم رو به جایی برسونیم که اینجوری توی قلب آدم ها بتونیم بمونیم. یعنی این صحبت هایی که داشتیم راجع به استاد شجره میکردیم، این چه چیزی هست که ماها رو نگه میداره. من یادمه که من مادرم که فوت کرد، برای من خیلی جالب بودش که بعد از اینکه که 40 سالشون تو رادیو نبود، چجوری آدم ها خودتون یادتونه مثلا 1000 دفعه یه دفعه ریخته بودن توی اون فضایی که ما نمیدونستیم که اینجا. یعنی حالا من مطمئنم اگر من ایران بودم و این فضا رو به وجود آورده بودیم، میدونی میلیون ها ممکن بود بیاد. ولی همیشه سوال بود چی بودش که بعد از اینکه شما 40 ساله در کنار آدم ها نیستین، هنوز آدم ها اینجوری تو قلبشون هستین، تا اسمتون میارن یک دفعه یک خاطره شیرینی از اون شخص براتون به وجود میاد. اینو داشتیم تجربه میکردیم با استاد شجریان. و اینی که من از ماما نگاه میکنم چه چیزیه که اون شخص داره در وجود خودش که یک دفعه این رو در قلب شما باز میکنه، و اون یک فضای ایثارگری واقعیه از درون آدم ها که انشالله که هر کدوم ما بتونیم واقعا این رو تجربه کنیم و شاید حتی به اونجا برسیم که این ایثارگری رو از قلبمون برای بقیه داشته باشیم. به هر موقع انشالله همه آدم ها من فکر میکنم تشخیص میدن وقتی که ارتباطی معامله توش نباشه و داد و ستدی نباشه و طرف فقط مثل خورشید کار خودش رو انجام بده، نهایتا نتیجهش این میشه، مثل استاد شجریان که همیشه زنده خواهد. خیلی ممنون که شیر کردین با ما، تقسیم کردید این خاطراتتون رو با استاد. امیدوارم که شما هم همیشه سالم باشید و در کنار ماها. سپاسگزارم ازتون. Thank you.